نمسته. با هم دیگه مراقبه رو شروع میکنیم. دست روی زانوها به حالت چین مودرا، کمر صاف و چشمها رو میبندیم. اولش یک تنفس عمیق. و با این نفس عمیق تمام توجهمون رو به خودمون برمیگردونیم و تمام چیزهایی که در بیرون از ما هست در دنیای بیرونمون رها میکنیم. همچنین تمام افکار مزاحم رو سعی میکنیم رها کنیم، فقط تماشاشون کنیم و باهاشون هم هویت نشیم و فقط خودمون رو با این خالق جهان هستی یکی بدونیم. و اگر در طبیعت در حال مراقبه و یوگا هستیم، از اون طبیعت لذت میبریم. صدای درختان، صدای باد، صدای پرنده ها و از تمام چیزها در اطرافمون آگاه هستیم. و همچنین در هنگام مراقبه خودمون رو هم جسمی و هم روحی و ذهنی برای تمرین امروز آماده می کنیم. و تمام تمرکزمون رو در این لحظه نگه می‌داریم و گذشته و آینده رو رها می‌کنیم. حالا چند دم و بازدم عمیق انجام می‌دیم. دم و بازدم. دم بازدم. دم و بازدم و به آرومی چشمامونو باز میکنیم و به مراقبه پایان میدیم. بعد از مراقبه با هم دیگه گرم کردن بدن رو انجام میدیم. پاها رو کنار هم قرار میدیم و زانوهامونو بالا پایین میبریم برای حرکت پروانه و سعی میکنیم که کمرمونو صاف نگه داریم و میتونیم چشمامونو ببندیم و همینطور که زانوهامونو بالا پایین میکنیم اون کشش رو توی پاهامون احساس میکنیم و چند بار این حرکت رو انجام میدیم در هنگامی که دم و بازدم انجام میدیم و بعدش با آرومی میایستیم. حالا با بازدم زانوهامونو فشار میدیم و بعد به هم جفت میکنیم. دم و بازدم. دوباره زانوها جفت میشن. دم و بازدم زانوها رو به سمت زمین فشار میدیم. چند بار این حرکت رو انجام میدیم. برای کشش پا خیلی خوبه و برای بار آخر نگه میداریم این حرکت رو. زانوهامون رو هرچه میتونیم بیشتر فشار میدیم به سمت زمین. 5 4 3 2 و 1 و بعدش تمرین بعدی پای راستمونو میبریم عقب و زانوی راست کنار پای چپ هستش. دست چپمون رو زمین قرار میدیم. دم و بازدم زانوی راستمونو به سمت بیرون کشش میدیم. دم و بازدم. به همین شکل این حرکت رو تکرار میکنیم با دم و بازدم و اون کشش رو توی پاهامون مخصوصا قسمت رون پامون احساس میکنیم. و بعدش حالا برای بار آخر دم و بازدم پامونو فشار میدیم و نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 و حالا برمیگردیم و همین حرکت رو با پای چپمون هم انجام میدیم. دست راستمون روی زمین قرار میگیره. دم و بازدم زانومونو میبریم بالا. دوباره دم و بازدم. دم برمیگردونیم زانومونو و بازدم. دم و بازدم و برای بار آخر دم
و بازم زانمون رو به بیرون فشار میدیم و اون کشش رو تو پامون احساس میکنیم. 5، 4، 3، 2 و 1 و بعد به حالت اول برمیگردیم. حالا تمرین بعدی، ما پای راستمون رو میذاریم روی زانوی چپمون و مرحله بعدی اینه که بعدش روی دوشکمون دراز میکشیم به این شکل و بعد دستمون رو قلاب میکنیم، پای چپمون رو میگیریم و به سمت سینمون فشار میدیم پامون رو. 5، 4، 3، 2 و 1 و بعدش پامون رو رها میکنیم و همین تمرین رو با پای چپمون هم انجام میدیم، پای چپ روی زانوی راست و بعدش با یک دم عمیق شروع میکنیم و با بازدم اون کشش رو تو پامون احساس میکنیم. 5، 4، 3، 2 و 1 و بعدش با آرومی پامون رو رها میکنیم و بعد دوباره از دوشکمون بلند میشیم، دوباره دم بر میگردیم و بازدم دستا رو پشت سرمون میذاریم به این شکل و حالا یک دم عمیق و با بازدم باسنمون رو بلند میکنیم رو زمین، اون خم رو تو کمرمون ایجاد میکنیم و به عقب نگاه میکنیم. 5، 4، 3، 2 و 1 و به آرومی بر میگردیم. با یک دم دستا رو میبریم بالا و میکشیم و بازدم دستا پایین. دوباره دم و بازدم. دم دستا بالا و بازدم دستا پایین. دوباره دم و بازدم. دم دستا رو میبریم بالا و با بازدم به هم قلاب میکنیم و دستامون رو تا جایی که میتونیم میکشیم و اون کشش رو احساس میکنیم. 5، 4، 3، 2 و 1 حالا دست چپ روی زانوی راست و دست راست عقب قرار میگیره و به عقب نگاه میکنیم. دوباره دم دستا بالا و بازدم دست راست روی پای چپ و بالاترمون رو میچرخونیم. دم به همین شکل انجام میدیم و بازدم به سمت راستمون. دوباره دم برمیگردیم و بازدم به سمت چپ میچرخیم. دوباره دم دستا بالا و بازدم به سمت راستمون میچرخیم و حرکت رو نگه میداریم. 5 شماره. 5، 4، 3، 2 و 1 دوباره دم دستا بالا و بازدم به سمت چپمون میچرخیم و به عقب نگاه میکنیم. 5، 4، 3، 2 و 1 دوباره دم دستا بالا برمیگردیم و بازدم دستا پایین. حالا پای راستمون رو دراز میکنیم، زانومون صاف هستش کاملا و پنجه ها داخل، کمر هم صاف. حالا دم دستا بالا و به سمت پامون میچرخیم و بازدم به سمت پامون خم میشیم. آپشن راحت برای این اگر میتونیم دستمون رو به این شکل روی ساق پامون بذاریم. دوباره دم دستا بالا، حالا دست چپ رو زمین قرار میگیره و اون کشش رو سمت راستمون احساس میکنیم. دم دستا بالا و بازدم به سمت پامون خم میشیم. دوباره دم دستا بالا و بازدم دست چپ روی زمین و دست راست کنار گوشمون به بالا نگاه میکنیم. دم دستا بالا و بازدم به سمت پامون خم میشیم. دوباره دم دستا بالا و بازدم دست چپ روی زمین و دست راست کنار گوش. دم برمیگردیم دستا بالا و بازدم به سمت پامون خم میشیم. این بار این حرکت رو نگه میداریم، کشش رو تو پامون و کمرمون احساس میکنیم. 5، 4، 3، 2 و 1 دوباره دم دستا بالا و بازدم دست چپ و آرنج چپ اگه ممکنه روی زمین
و دست راست کنار گوش اون کشش رو تو سمت راستمون احساس میکنیم. 5 4 3 2 و 1. دم دستا بالا و بازدم دستا پایین. حالا همین تمرین رو با پای چپمون هم انجام میدیم. زانوی چپ کاملا صاف هستش، پنجه ها داخل، کمر صاف. دم دستا بالا، به سمت پامون میچرخیم و بازدم خم میشیم به سمت پامون. و آپشن راحت میتونیم فقط ساق پامون رو نگه داریم. دم دستا بالا و بازدم حالا دست راست رو زمین و دست چپ کنار گوش قرار میگیره. دم دستا بالا و بازدم به سمت پامون خم میشیم. دوباره دم و بازدم دست راستمون زمین به بالا نگاه میکنیم. دم دستا بالا برمیگردیم و بازدم به سمت پامون خم میشیم. دم دوباره دستا بالا و بازدم دست راستمون روی زمین. دم دستا بالا و بازدم به سمت پامون خم میشیم. و حالا این حرکت رو چند دم و بازدم نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1. حالا دوباره دم دستا بالا و بازدم دست راستمون زمین قرار میگه و دست چپ کنار گوش کشش رو احساس میکنیم. 5 4 3 2 و 1. دوباره دم دستا بالا و بازدم دستا پایین. و تمرین بعدی برای کشش پاها، پاهامون رو باز میکنیم تا جایی که برامون ممکنه و سعی میکنیم که کمرمون رو صاف نگه داریم تو این حرکت. آپشن راحت میتونید از بلاک استفاده کنید و روی بلاک بشینید و این به شما کمک میکنه که پاها و کمرتون رو راحت تر صاف نگه دارید. و اگر هم که میتونید بدون بلاک خیلی هم بهتره. حالا دم دستا بالا و بازدم بالاترمون رو میچرخونیم به سمت پامون خم میشیم. آپشن راحت اینه که به این شکل دستمون رو پامون بذاریم. دوباره دم برمیگردیم و بازدم حالا به سمت پای چپمون خم میشیم. دم دستا بالا و بازدم و همینطور که این کار انجام میدیم اون کشش رو توی پاهامون و همچنین کمرمون احساس میکنیم. حالا برای بار آخر دم و بازدم به سمت پامون خم میشیم. و آپشن راحت اینه که همونطور که گفتم یا فقط دستمون رو به این شکل رو ساق پامون بذاریم و یا میتونیم از کمربند استفاده کنیم به این شکل به عنوان آپشن راحت. و نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1. دوباره دم دستا بالا و بازدم حالا به سمت پای چپمون خم میشیم و اون کشش رو احساس میکنیم. 5 4 3 2 و 1. حالا دوباره دم دستا بالا برمیگردیم و بازدم دستا پایین. و حالا پاهامون رو به هم جفت میکنیم و به سمت چپ و راست زانومون رو تکون میدیم برای اینکه عضلاتمون رو ریلکس کنیم. حالا چند حرکت دیگه ایستاده انجام میدیم. خم به چپ و راست، دم دستا بالا و دست چپ به سمت کمر چپ و به سمت چپ خم میشیم. دم دوباره برمیگردیم و بازدم به سمت راست خم میشیم. دوباره دم دستا بالا و بازدم به سمت چپ. دم و بازدم به سمت راست. حالا دم برای بار آخر و بازدم به سمت چپ خم میشیم و اون کشش رو تو سمت راستمون احساس میکنیم. 5 4 3 2 و 1. دم برمیگردیم و بازدم به سمت راستمون خم میشیم و اون کشش رو تو سمت چپ احساس میکنیم. 5 4 3 2 و 1. دوباره دم دستا بالا و بازدم دستا پایین.
پاها به اندازه عرضشون موازی هم و کمر کاملا صاف. دم دستا بالا، پاشنه ها بالا و بازدم پایین. دوباره دم دستا و پاشنه ها بالا و بازدم. دم و بازدم. دم و بازدم. حالا برای بار آخر دم نگه می‌داریم حرکت رو و روی یک نقطه متمرکز میشیم. 5 4 3 2 و 1 و به آرومی برمیگردیم و بعدش پاهامون رو یه مقدار به این شکل تکون میدیم تا از گرفتگی عضلات تو پاها جلوگیری کنیم بعد از انجام این تمرین. حالا چند حرکت چرخشی، پاها به اندازه عرضشون باز میشن و دستا کاملا صاف. با یک دم شروع میکنیم، بازدم میچرخیم و به عقب نگاه میکنیم، دم برمیگردیم، بازدم به سمت دیگه میچرخیم، دوباره دم دستا باز، بازدم میچرخیم، دم برمیگردیم و بازدم، دم برمیگردیم و بازدم میچرخیم و فقط بالا تنه میچرخه. 5 4 3 2 و 1 دم برمیگردیم و بازدم به اون سمت میچرخیم، پایین تنه ثابته. 5 4 3 2 و 1 حالا گرم کردن آخر رو با هم انجام میدیم. برای شانه ها دستا رو مش میکنیم، دم دستا بالا و بازدم شونه ها رو میچرخونیم، دم و بازدم، دم و بازدم. اگه میتونید سریعتر انجام بدید، اگه نه با سرعت کم اشکالی نداره و همینطور تکرار کنید چند بار و بیستید. دوباره برعکسش، دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. و دوباره اگه میتونید سرعت بدید، اگه نه با همون آرومی میتونید انجام بدید و بعدش به آرومی استاپ میکنید و اگه میخواید شونه هاتون رو یه مقدار کشش میدید بعد از این تمرین و چند شماره این کار رو انجام میدید و بعدش کاملا بدنتون رو ریلکس میکنید. خودمون رو برای سلام بر خورشید A و B آماده میکنیم. کمر کاملا صاف، دم و بازدم، دستا جلوی سینه قرار میگیرن و با یک دم عمیق و بازدم تمرینمون رو شروع میکنیم. حالا دم دستا بالا و کمر تا جایی که میشه خم میکنیم و بازدم به جلو خم میشیم، دستا کنار پاها. اگه نمیتونید زانوتون رو یه مقدار خم کنید برای آپشن راحت. و حرکت بعدی دم کمر صاف به جلو نگاه میکنیم، اگه نمیتونید دستتون رو روی زانوهاتون بذارید. و با بازدم پاها رو دونه دونه میبریم عقب، کمر کاملا صاف در حالت تخته و عضلات شکم منقبض و بعد زانوها زمین و چتورانگای نیمه رو انجام میدیم و کمر کاملا صاف و دم حرکت upward facing dog و به بالا نگاه میکنیم و بعدش downward facing dog که همون حرکت قله هم میشه. و اگر نمیتونید تو downward facing dog پاهاتون رو صاف نگه دارید، میتونید یه مقداری زانوهاتون رو خم کنید برای آپشن راحت، ولی سعی کنید که کم کم زانوهاتون رو صاف کنید و اون کشش رو تو بدنتون احساس کنید. حالا دم پاشنه ها بالا و زانو خم میشه و با بازدم دونه دونه پاها رو جلو میاریم و دوباره دم کمر صاف به جلو نگاه میکنیم و بازدم سرمون رو خم میکنیم. حالا دم دستا بالا، کمر خم میشه و بازدم نماسته، سلام بر خورشید A رو تموم کردیم. حالا خودمون رو برای انجام سلام بر خورشید B آماده میکنیم و از حرکت صندلی شروع میشه. حالا با یک دم دست ها بالا و
و با بازدم باسنمون رو پایین میدیم، مثل اینکه داریم رو صندلی میشینیم، کمر صاف. و مطمئن شید که میتونید پنجه هاتون رو ببینید و بعدش با یک دم و با بازدم به جلو دوباره خم میشیم و دم کمر صاف به جلو نگاه میکنیم و بازدم پاها یکی یکی میرن عقب به حرکت تخته، کمر کاملا صاف، بدن توی یک خط صاف. بعد زانوها زمین و چتورانگای نیمه رو انجام میدیم. دم کمرمون رو خم میکنیم، به بالا نگاه میکنیم و بازدم حرکت قله. مرحله بعدی با یک دم عمیق پای راستمون رو تا جایی که میتونیم بالا میبریم و با بازدم پای راست میاد جلو، پای چپ 45 درجه هستش و پاشنه ها هم توی یک خط قرار میگیرن و زانوی راست توی خط صاف با مچ پامون هستش و بعد میایم بالا و باسنمون رو میچرخونیم کاملا به روبرو دم و با بازدم کمرمون تا جایی که میتونیم خم میکنیم. اگه نمیتونید به جلو نگاه کنید اشکالی نداره و نگه دارید. 5 4 3 2 و 1 و بعد دستا روی زمین قرار میگیرن و پای راست میره عقب دوباره به حرکت تخته و بعد زانوها زمین، چتورانگای نیمه و با یک دم حرکت upward facing dog به بالا نگاه میکنیم و بازدم downward facing dog و همون حرکت رو با پای چپمون دم پای چپ تا جایی که میتونیم میبریم بالا و با بازدم پای چپ میاد جلو، پای راست به حالت 45 درجه، پاشنه ها توی یک خط و زانوی چپ با مچ چپ توی یک خط راست و بعد بدنمون رو میاریم بالا و باسنمون رو تا جایی که میشه به رو به رو نگه میداریم دم و با بازدم کمرمون تا جایی که میتونیم خم میکنیم. اگه نه میتونید به جلو نگاه کنید و نگه دارید این حرکت رو. 5 4 3 2 و 1 دم برمیگردیم به مرکز و بازدم پای چپ میره عقب به حرکت تخته دوباره و بعد زانوها زمین، چتورانگای نیمه، دوباره دم کمرمون رو خم میکنیم به بالا نگاه میکنیم و بازدم حرکت قله. اون کشش رو توی پاهاتون و کمرتون احساس کنید در این حرکت. دم عمیق و بازدم، کشش بیشتری احساس کنید و بعد دم پاشنه ها بالا، زانوها خم میشه و بازدم پاها دونه دونه میاد جلو و دم به جلو نگاه میکنیم کمر صاف و بازدم سرمون رو با پامون خم میکنیم. حالا با حرکت صندلی پایانش میدیم، باسنمون رو پایین میاریم و کمرمون کاملا صاف. مطمئن میشیم که پنجه هامون رو میتونیم ببینیم و عضلات شکممون رو هم منقبض میکنیم و این حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 و بازدم پاها صاف، دستا پایین، دم و بازدم. با یک دم عمیق دستا رو میبریم بالا و کمر رو تا جایی که میتونیم خم میکنیم و با بازدم به جلو خم میشیم. حالا دم به جلو نگاه میکنیم و بازدم پاها رو میبریم عقب به حالت تخته، زانوها زمین، چتورانگای نیمه، دم حرکت upward facing dog، کمر رو خم میکنیم و بازدم حرکت downward facing dog. حالا خودمون رو اینجا برای حرکت مثلث آماده میکنیم. دم پای راست میره بالا و بازدم پای راست میاد جلو. حالا میایستیم و پای چپمون رو به سمت چپ میچرخونیم، بالا تنمون هم به سمت چپ میچرخه، دستا از هم باز هستن، دم و با بازدم به سمت پای راستمون خم میشیم و به بالا نگاه میکنیم. آپشن راحت اینه که میتونید دستتون رو روی بلاک بذارید
و به بالا نگاه کنید و این حرکت رو نگه می‌داریم. 5 4 3 2 و 1 دستا روی زمین قرار می‌گیرن، پاها میرن عقب، حرکت تخته، زانوها زمین، چاتورانگای نیمه، upward facing dog و بازدم downward facing dog. حالا دم پای چپ میره بالا و بازدم پای چپ میاد جلو. پای راست به سمت راست میچرخه، پاشنه ها توی یک خط هستن. دم دستا رو باز میکنیم و با بازدم به سمت پای چپمون خم میشیم و به بالا نگاه میکنیم. یه آپشن راحتم اینه که دستمون روی مچ پامون باشه. 5 4 3 2 و 1 دستا روی زمین، پای چپ میره عقب، پلنک و زانوها زمین، چاتورانگای نیمه، دم upward facing dog، بازدم downward facing dog. حالا دم پای راست بالا، بازدم پای راست جلو و پای چپ به حالت 45 درجه هست و به سمت روبرو میچرخیم. دم دست چپ بالا و بازم دست چپ میاد کنار پای راست، مثلث چرخشی، و به بالا نگاه میکنیم. آپشن اول اینه که دست چپ سمت چپ باشه یا از بلاک استفاده کنیم، دست چپ روی بلاک و نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 دستا روی زمین، پامون میره عقب به حالت تخته، زانوها زمین، چاتورانگای نیمه، دم upward facing dog، بازدم downward facing dog. حالا دم پای چپ بالا، بازدم پای چپ میاد جلو، پای راست به حالت 45 درجه، بدنمون به سمت روبرو هستش. دم دست راست بالا و بازدم دست راست کنار پای چپ میچرخیم، به بالا نگاه میکنیم. آپشن اول دست راست سمت راست یا از بلاک استفاده میکنیم. نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 دستا پایین، پامون میره عقب به حالت تخته، زانوها زمین، سینه و چونه بالا به حالت چاتورانگای نیمه، دم upward facing dog، بازدم downward facing dog. حالا دم پای راست بالا، بازدم پای راست جلو و میستیم. حالا پای چپمون به سمت چپ میچرخه، دم و بازدم به سمت پای راستمون خم میشیم. حالا دست راست میره داخل و دست چپ میره عقب، دستامونو پشت سرمون قفل میکنیم. آپشن راحت اینه که میتونید از استرپ استفاده کنید اگه دستاتون به هم نمیرسه و به بالا نگاه کنید. حرکت مثلث با قلاب دستا. 5 4 3 2 و 1 حالا دست روی زمین، پامون میره عقب، حرکت تخته، زانوها زمین، چاتورانگای نیمه، دم به بالا نگاه میکنیم و بازدم downward facing dog. حالا دم پای چپ بالا، بازدم پای چپ میاد جلو و دوباره میایستیم. پای راست به سمت راست میچرخه و دم دستا صاف و بازدم به سمت پای چپمون خم میشیم و دست چپمون میره داخل و پشت سرمون دستامونو به هم قفل میکنیم و تا جایی که میتونیم بالا تنمونو بالا میاریم و میتونیم از استرپ به عنوان آپشن راحت استفاده کنیم اگه دستامون به هم نمیرسن. این حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 دستا روی زمین، حرکت تخته،
زانوها زمین، چاتورانگای نیمه، دم upward facing dog و بازدم downward facing dog. یک دم عمیق انجام میدیم و بازدم. حالا دم پاشنه ها بالا، زانو خم میشه و بازدم به جلو قدم بر میداریم. دم به جلو نگاه میکنیم، بازدم سرمونو خم میکنیم. دم دستا بالا، کمرمونو خم میکنیم و بازدم دستا پایین. دم دستا بالا، کمر رو اگه میتونیم خم میکنیم و بازدم به جلو خم میشیم سر پایین. حالا دم به جلو نگاه میکنیم، کمر صاف و بازدم پای راست میره عقب و به حالت 45 درجه و زانوی چپ توی خط صاف با پاشنه چپ و میایم بالا، دستامون رو میبریم بالا، با یک دم شروع میکنیم و با بازدم اگه میتونیم به عقب نگاه میکنیم، کمرمون رو خم میکنیم. جنگجوی 1 5 4 3 2 و 1. حالا برمیگردیم، دستا رو رو زمین میذاریم و پای چپمون رو میبریم عقب به حالت تخته. زانوها زمین، سینه و چونه روی زمین، آشتانگا نماسکارا و دم بالا نگاه میکنیم، کوبرا و بازدم حرکت قله. دم عمیق و بازدم. حالا دم پای راست بالا و بازدم پای راست میاد جلو، پای چپ به حالت 45 درجه و زانوی راست توی خط صاف با پاشنه. دم دستا بالا و بازدم تا جایی که میتونیم کمرمون رو خم میکنیم و جنگجوی 1 نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1. حالا برمیگردیم و پای چپ میاد جلو، دم به جلو نگاه میکنیم و بازدم سرمون رو خم میکنیم. دوباره دم دستا بالا و کمر خم میشه و بازدم دستا پایین. و حالا خودمون رو برای سمت چپ آماده میکنیم، پای چپمون، دم دستا بالا، کمر خم میشه و بازدم به جلو خم میشیم. دوباره دم به جلو نگام کنیم و بازدم پای چپ میره عقب. این بار پنجه ها به سمت بیرون هستن، پاشنه ها توی یک خط و زانوی راست توی خط صاف با پاشنه. بالا تنمون رو به سمت چپ میچرخونیم به این شکل، دست ها باز هستن و به سمت راستمون نگام میکنیم، به دست راستمون نگام میکنیم و نگه میداریم. جنگجوی شماره 2 5 4 3 2 و 1. حالا بعدش دست چپ روی پای چپ و دست راست کنار گوش، جنگجوی برعکس و به بالا نگاه میکنیم. 5 4 3 2 و 1. حالا دستامون رو میاریم زمین و پای راست میره عقب به حالت تخته. حالا پاشنه ها رو زمین، سینه و چونه روی زمین، دم حرکت کوبرا به بالا نگاه میکنیم و بازدم حرکت downward facing dog. دم عمیق و بازدم. حالا دم پای چپ بالا و بازدم پای چپ جلو و پای راست به سمت بیرون میچرخه، پاشنه ها تو یک خط هستن، زانوی چپ هم توی خط صاف با پاشنه. حالا بالا تنمون رو به سمت راست میچرخونیم و به دست چپمون نگاه میکنیم. جنگجوی 2 5 4 3 2 و 1. و بعد از جنگجوی 2 دست راست روی پای راست قرار میگه، دست چپ کنار گوش و به بالا نگاه میکنیم. جنگجوی برعکس. 5 4 3 2 و 1. و بعدش دستا روی زمین قرار میگیرن و پای راست میاد جلو و سرمونو خم میکنیم. و حالا به جلو نگاه میکنیم و بازدم اون کشش رو تو پامون احساس میکنیم. دم دستا بالا، کمر خم میشه و بازدم دستا پایین.
حالا خودمونو برای ست بعدی آماده میکنیم. دم دستا بالا، کمرمونو خم میکنیم و باز دم به جلو خم میشیم. دوباره دم به جلو نگاه میکنیم و این بار پای راست میره عقب و بالا تنه میاد بالا. و حالا میخوایم حرکت جنگجوی 3 رو انجام بدیم، تعادلیه. یک دم عمیق انجام میدیم و با بازدم وزنمون رو روی پای چپمون میاریم و اون تعادلمون رو حفظ میکنیم، کمرمون کاملا صافه. آپشن راحت اینه که دست راستمون روی بلاک باشه و دست چپ کنار گوش، به این شکل کمر صاف. و حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1. حالا پای راست میره عقب و بعدش پای چپ هم میره عقب به حرکت تخته. و بعدش زانوها روی زمین، سینه و چونه زمین. دم حرکت کوبرا رو انجام میدیم، به بالا نگاه میکنیم و بازدم حرکت داونورد فیسینگ داگ. یک دم عمیق و بازدم. حالا پای راست میاد جلو و میخوایم جنگجوی 3 رو روی پای راست انجام بدیم. دست ها رو میبریم بالا با یک دم و با بازدم بالا تنمون رو هل میدیم به سمت جلو و تعادلمون رو روی پای راستمون نگه میداریم، حفظ میکنیم. و بعدش آپشن راحت، دست چپ روی بلاک، دست راست کنار گوش و نگه میداریم این حرکت رو. 5 4 3 2 و 1. دستا پایین و پاها کنار هم دیگه. دم به جلو نگاه میکنیم و بازدم سرمون رو خم میکنیم. دوباره دم، دستا بالا و کمرمون رو خم میکنیم و بازدم دستا پایین. حالا برای پای چپمون آماده میشیم. دم، دستا بالا و کمرمون رو خم میکنیم و بازدم به جلو خم میشیم. حالا پای چپمون میبریم عقب و میخوایم جنگجوی فروتن رو انجام بدیم و دستامون رو پشت سرمون قلاب میکنیم به این شکل. با یک دم عمیق شروع میکنیم و با بازدم بالا تنمون رو به سمت جلو میاریم، سرمون رو تا جایی که میتونیم به پای راستمون نزدیک میکنیم. 5 4 3 2 و 1. و برمیگردیم، دستا روی زمین، پای راست میره عقب به حرکت تخته. حالا زانوها روی زمین، سینه و چونه روی زمین. با یک دم حرکت کوبرا رو انجام میدیم و بازدم حرکت قله. یک دم عمیق و بازدم. حالا پای چپمون رو با یک دم عمیق و با بازدم میاریم جلو و بعد میستیم و دست ها رو قلاب میکنیم پشت سرمون. دم و بازدم سرمون رو تا جایی که میتونیم به پای چپمون نزدیک میکنیم. 5 4 3 2 و 1. و برمیگردیم، دستا روی زمین و پامون کنار هم قرار میگیره. دم به جلو نگاه میکنیم و بازدم سرمون رو خم میکنیم. حالا دم، دستا بالا و کمرمون رو خم میکنیم و بازدم دستا پایین. دم و بازدم. حالا دم، دستا رو میبریم بالا و کمرمون رو خم میکنیم. بازدم به جلو خم میشیم، اون کشش رو احساس میکنیم. دم به جلو نگاه میکنیم و بازدم پای راست فقط میره عقب و پاشنه روی زمین و پاشنه ها همچنین تو یک خط. حالا دست چپ کنار پای چپ و دست راست کشیده کنار گوشمون، زاویه کناری.
و برای آپشن راحت از بلاک میتونید استفاده کنید و یا آرنجتون رو روی زانوتون به این شکل بذارید، حرکت زاویه کناری. نگه میداریم، 5 4 3 2 و 1. حالا دست روی زمین، پای چپ میره عقب، حرکت تخته، زانوها روی زمین، سینه و چونه روی زمین، آشتانگا نماسکارا. حالا دم، حرکت کوبرا، و بازدم، حرکت قله. دم عمیق و بازدم. حالا دم، پای راست میره بالا و بازدم، پای راست میاد جلو، پای چپ روی زمین، پاشنه ها تو یک خط و زانوی راست توی خط صاف با مچ پا. حالا دست راست کنار پای راست، دست چپ کشیده کنار گوش و آپشن راحت از بلاک استفاده می کنیم و آپشن دوم میتونیم دستمون رو به این شکل روی زانومون بذاریم، زاویه کناری نگه میداریم، 5 4 3 2 و 1. حالا دستان رو میذاریم رو زمین و پای چپمون رو میاریم جلو و به جلو خم میشیم. حالا دم، دستا بالا، کمرمون رو خم میکنیم اگه میتونیم، و بازدم، دستا پایین. حالا سمت چپ، دم، دستا بالا و بازدم، به جلو خم میشیم. حالا دم، به جلو نگاه میکنیم و بازدم، پای چپ میره عقب، به همون شکل تنظیم میکنیم، پاشنه ها تو یک خط و زانو هم توی خط صاف. حالا دست چپمون رو میبریم بالا و میذاریم سمت راستمون، کنار پای راستمون به بیرون، و آپشن راحت اینه که از بلاک استفاده میکنیم و دست راستمون کنار گوشمون، و یا میتونیم به حالت دعا دستامون رو بذاریم. 5 4 3 2 و 1. حالا برمیگردیم و پای راست میره عقب، حرکت تخته، زانوها زمین، سینه و چونه روی زمین، دم، حرکت کوبرا، و بازدم، حرکت قله. یک دم عمیق و بازدم. حالا دم، پای چپ میره بالا و بازدم، پای چپ رو میاریم جلو، پای راست روی زمین، پاشنه ها تو یک خط و زانومونم تو یک خط با مش پامون. حالا میایستیم، دم، دست راست بالا و بازدم، دست راست میذاریم کنار پای چپمون و دست چپ کنار گوش. آپشن راحت میتونیم از بلاک استفاده کنیم و یا دستامون رو به حالت دعا جلوی قلبمون بذاریم و به بالا نگاه کنیم، زاویه کناری چرخشی، دم و بازدم، 5 4 3 2 و 1. حالا دم، دستا پایین، و بازدم، پای راستمون رو میاریم جلو و سرمون رو خم میکنیم، دم، دستا بالا، و بازدم، دستا پایین. حالا ست بعدی خودمون رو آماده میکنیم، دم و بازدم، دستا جلوی قلبمون، دم، دستا رو میبریم بالا و بازدم، به جلو خم میشیم، دم، به جلو نگاه میکنیم و بازدم، پای راست میره عقب و همونطور پاشنه ها تو یک خط هستن و زانومونم توی خط صاف با مچ پامون. حالا دست چپ به این شکل قلاب میشه پشت سرمون با دست راستمون، و تا جایی که میتونیم بالا تنه رو میاریم بالا و به بالا نگاه میکنیم. آپشن راحت میتونید از استرپ یوگا استفاده کنید، به این شکل با دست راستتون بگیرید و با دست چپتون پیدا کنید اون سرشو. زاویه کناری با قلاب دستا نگه میداریم، 5
4 3 2 و 1. حالا دستا رو میذاریم رو زمین و پای چپ میره عقب، حرکت تخته، زانوها روی زمین، سینه و چونه روی زمین، دم حرکت کوبرا و بازدم حرکت قله. یک دم عمیق و بازدم. حالا دم پای راست میره بالا و بازدم پای راست رو میاریم جلو. پای چپ رو زمین، پاشنه ها توی یک خط و زانومونم توی خط صاف با مچ پامون. حالا دست راستمون رو میبریم عقب به این شکل و دست چپمون رو قلاب میکنیم و بالا تنه رو میاریم بالا و میتونیم از استرپ به عنوان آپشن استفاده کنیم. با دست چپمون نگه میداریم پشت سرمون و اون سر استرپ رو با دست راستمون پیدا میکنیم. حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1. حالا دستا روی زمین و پای چپ میاد جلو و سرمون رو خم میکنیم. حالا دم، دستا بالا و کمرمون رو خم میکنیم و بازدم دستا پایین. حالا سمت چپمون دم، دوباره دستا بالا و بازدم به جلو خم میشیم. دم به جلو نگاه میکنیم و این بار بازدم پای چپ رو میبریم عقب و همونطور پاشنه ها توی یک خط هستن و زانومونم توی خط صاف. حالا دم، دست چپ میره بالا و بازدم دست چپ میره سمت راستمون و به این شکل دستامون رو به همدیگه قلاب میکنیم پشت سرمون. آپشن راحت هم میتونید از استرپ استفاده کنید، با دست راستتون بگیرید و اون سرش رو با دست چپتون پیدا کنید و حرکت رو نگه میداریم زاویه کناری چرخشی با قلاب دستا. 5 4 3 2 و 1. حالا دستا روی زمین و پای راست میره عقب، حرکت تخته، زانوها زمین، سینه و چونه روی زمین، دم حرکت کوبرا و بازدم حرکت قله. یک دم عمیق و بازدم. حالا دم پای چپ میره بالا و بازدم پای چپ میاد جلو و همونطور پاشنه ها توی یک خط هستن و زانومونم توی خط صاف با مچ پامون. حالا دم، دست راستمونو میبریم بالا و بازدم میاریم سمت چپمون و دستمونو میبریم عقب و با دست راستمون قلاب میکنیم و آپشن راحت اینه که از استرپ استفاده کنیم، با دست چپمون نگه داریم و اون سرش رو با دست راستمون پیدا کنیم. حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1. حالا دستامون رو میذاریم روی زمین و پای راست میاد جلو و سرمون رو خم میکنیم. حالا دم، دستا بالا و بازدم نماسته. چند حرکت اضافه میکنیم. دم، دستا بالا و بازدم به جلو خم میشیم. حالا دم، پای راست میره عقب و زانوی راست زمین قرار میگیره. مطمئن شید که زانوی پای چپتون با مچ پاتون توی یک خط هستش. دم، دست ها بالا و با بازدم تا جایی که میتونید خم میکنید کمرتون رو و به عقب نگاه میکنید. اگه نمیتونید میتونید به جلو فقط نگاه کنید، اشکال نداره، ولی اگه میتونید کمرتون رو خم کنید. 5 4 3 2 و 1. برمیگردیم، دست ها زمین با یک دم و با بازدم پای چپ میره عقب و به حرکت پلانک برمیگردیم. حالا زانوها زمین و سینه و چونه زمین، با یک دم بدنمون رو سر میدیم به کوبرا و با بازدم به حرکت قله و
و دم و بازدم بدنمونو کشش بیشتری میدیم و حالا دوباره پای راست دم و بازدم پای راست میاد جلو، زانوی چپ رو زمین قرار میگیره و زانوی راست توی خط با مچ راست و حالا دم دست ها بالا و بازدم تا جایی که میتونید کمر رو خم میکنید تو حرکت هلال ماه. 5 4 3 2 و 1 دم برمیگردیم دست ها زمین و بعدش پای چپ میاد جلو کنار پای راست و سر پایین و حالا دم دست ها بالا کمر رو خم میکنیم و بازدم نماسته. ست سمت راست تموم میشه و حالا سمت چپ دم دست ها بالا کمر خم میشه و بازدم به جلو خم میشیم. حالا سمت چپ پای چپ رو میبریم عقب، این بار فقط پاشنه رو زمین قرار میگیره، پاشنه توی یک خط، دوتا دستامون رو زمین قرار میدیم، پا کاملا صاف، حرکت هرم با یک دم شروع میکنیم و با بازدم دستامون رو جلو میبریم و سر رو به پامون میچسبونیم اگه امکان داره. اگه نه میتونید از بلاک استفاده کنید به عنوان آپشن راحت، دستتون رو بلاک بذارید و به جلو نگاه کنید. اگر که میتونید دستاتون روی زمین. 5 4 3 2 و 1 و بعدش پای راستتون رو میبرید عقب کنار پای چپتون، حرکت پلانک، بعد زانوها زمین و سینه و چونه زمین و حالا با یک دم حرکت کوبرا، شونه ها پایینن کاملا و با بازدم به حرکت قله برمیگردیم. دم و بازدم و حالا پای چپ با یک دم بالا و پای چپ میاد جلو با بازدم، پاشنه ها توی یک خط و بعدش دوتا دستاتون روی زمین قرار میگیرن برای حرکت هرم و با یک دم به جلو نگاه میکنید، کمر صاف و بازدم سرتون رو به پاتون میچسبونید. اگه نمیتونید از بلاک به عنوان آپشن راحت استفاده کنید، دستاتون روی بلاک و به جلو نگاه کنید، اگه نه که کاملا کشش رو احساس کنید. 5 4 3 2 و 1 و بعدش پای راست میاد جلو کنار پای چپ و سر به پا میچسبید. دم دست ها بالا کمر خم میشه و بازدم نماسته. این ستمون هم تموم میشه. حالا دم دست ها بالا و کمرمون رو خم میکنیم، بازدم به جلو خم میشیم تا جایی که میتونیم، دم به جلو نگاه میکنیم کمر صاف و بازدم به حرکت تخته و زانوها روی زمین، چاتورانگای نیمه، دم حرکت سگ سر بالا و بازدم حرکت قله. حالا یک دم عمیق، پای راستمون رو میبریم بالا و بازدم پای راست میاد جلو بین دستامون. اولش یک نرمش انجام میدیم برای پاهامون، با یک دم عمیق پای جلوی رو صاف میکنیم و با بازدم دوباره خم میکنیم به این شکل، دم و بازدم، دم و بازدم. این حرکت باعث میشه که ما کشش توی پاهامون ایجاد کنیم و برای حرکت اصلی آماده بشیم. به همین شکل این حرکت رو تکرار میکنیم و بعدش دست راستمون میاد کنار دست چپمون و بعدش دستامون رو خم میکنیم، به این شکل روی زمین میذاریم آرنجمون رو و به جلو نگاه میکنیم، حرکت مارمولک. آپشن راحت اینه که دستا صاف بمونن و این حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1
حالا دستامونو میذاریم روی زمین و پامونو میبریم عقب به حرکت تخته. زانوها زمین، چتورانگای نیمه، دم حرکت upward facing dog و بازدم downward facing dog. دم عمیق و بازدم. حالا با یک دم عمیق پای چپ رو میبریم بالا و بازدم پای چپ میاد جلو بین دستامون و به همون شکل تمرین رو انجام میدیم. دم پای جلوی صاف میشه و بازدم دوباره خم میشه. دم و بازدم، دم و بازدم. به همین شکل ما این تمرین رو انجام میدیم برای نرمش پامون و دم و بازدم رو هم کنارش انجام میدیم. دم و بازدم. حالا دست چپمون میاد کنار دست راست، آرنجمون رو خم میکنیم، رو زمین میذاریم و به جلو نگاه میکنیم. آپشن راحت هم اینه که دستامون به این شکل صاف باشه روی زمین و این حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1. حالا دستامون رو بلند میکنیم رو زمین، پامون رو میبریم عقب حرکت تخته و بعدش زانوها زمین و چتورانگای نیمه، دم حرکت سگ سر بالا و بازدم حرکت سگ سر پایین یا قله. یک دم عمیق انجام میدیم و بازدم. حالا دم پای راست رو میبریم بالا و بازدم پای راست رو میاریم جلو، زانوی چپ رو زمین و حالا پامونو به این شکل میذاریم روی زمین پای راستمونو و خودمونو بر حرکت کبوتر آماده میکنیم. کمر صاف، دستا رو میبریم بالا، دم و بازدم. و آپشن راحت میتونید هر دوتا دست رو زمین بذارید یا یک دستتون. حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 و برمیگردیم. حالا مستقیما میخوایم حرکت شاه کبوتر رو انجام بدیم. پای جلویمون رو یه مقدار بیشتر خم میکنیم، پای عقبیمون رو به این شکل و دستامون رو قلاب میکنیم به هم دیگه، به جلو نگاه میکنیم. یه مرحله سخت‌ترش اینه که میتونیم دستمون رو از بیرون بگیریم، شونه هامون رو بچرخونیم و به عقب نگاه کنیم که میشه حرکت شاه کبوتر. و یا آپشن راحت اینه که دست راست رو زمین و با دست چپمون پای چپمون رو نگه داریم. همچنین میتونیم از بلاک استفاده کنیم، به این شکل بلاک رو بذاریم سمت راستمون به عنوان آپشن راحت و پامونو هر طور که راحتیم نگه داریم. حالا حرکت شاه کبوتر رو هم نگه میداریم. 5 شماره. 5 4 3 2 و 1. به آرومی بر میگردیم، دستا رو زمین میذاریم و به حرکت قله بر میگردیم. دم و بازدم. حالا دم پای چپ بالا و بازدم پای چپ رو میاریم جلو. همون حرکات رو با پای چپ هم انجام میدیم. به این شکل زانوی چپمون رو زمین میذاریم، حرکت کبوتر و توی یک خط از زانو و پاشنه پامون. و آپشن راحتم برای کبوتر میتونیم به همین شکل بلاک رو بذاریم و روی بلاک بشینیم و بعدش کمرمون صاف، دم دستا بالا و بازم اگه میتونیم مقداری کمرمون رو خم میکنیم. 5 4 3 2 و 1. حالا مستقیما حرکت شاه کبوتر رو انجام میدیم. پای جلویمون رو مقداری بیشتر خم میکنیم و پای عقبیمون رو به این شکل با دستمون قفل میکنیم با آرنجمون و به این شکل به جلو نگاه میکنیم. مدل سخت‌ترش اینه که دستمون رو از بیرون بگیریم، مدل پیشرفتش، و به عقب نگاه کنیم. و آپشن راحتم برای شاه کبوتر اینه که دست چپ رو زمین باشه و با دست راستمون به این شکل پای راستمون رو نگه داریم. و همچنین میتونیم دوباره مثل قبل روی بلاک بشینیم و به هر طوری که راحتیم شاه کبوتر رو انجام بدیم.
حالا این حرکت رو نگه می‌داریم با هم دیگه. 5 4 3 2 و 1. بارو میبر میگردیم، دستا رو زمین و حرکت قله. دم و بازدم. حالا دم پاشنه ها بالا، زانوها خم میشه و به جلو قدم برمیداریم و سرمون رو خم میکنیم. دم دستا بالا، کمر خم میشه و بازدم نماسته، به ستمون پایان میدیم. حالا دم دستا بالا و کمرمون رو خم میکنیم اگه میتونیم. بازدم به جلو خم میشیم و دم به جلو نگاه میکنیم. بازدم به حرکت تخته. زانوها زمین، چاتورانگای نیمه، دم سگ سر بالا و بازدم حرکت قله. حالا حرکت بعدی ما با یک دم عمیق پای راست رو میبریم بالا و با بازدم پای راست میاد جلو. پاشنه پای چپ بالا هستش و زانو هم توی خط صاف با مچ پا. و میستیم، اول با یک دم عمیق دستا رو بالا میبریم و با بازدم بازسرمون رو پایین تر میاریم و تا جایی که میتونیم کمرمون رو خم میکنیم. 5 4 3 2 و 1 برمیگردیم و پای راستمون رو میبریم عقب به حرکت قله. دم و بازدم. حالا دم پای چپ بالا و بازدم پای چپ میاد جلو، پاشنه پای راست بالا و زانو هم توی خط صاف با مچ پا و تعادلمون رو حفظ میکنیم. دم دستا بالا و بازدم کمرمون رو تا جایی که میتونیم خم میکنیم، اگه میتونیم به بالا نگاه میکنیم. 5 4 3 2 و 1 برمیگردیم، پای چپ میره عقب به حرکت قله. دم و بازدم. حالا حرکت بعدی، دم پای راست دوباره بالا و بازدم پای راست رو میاریم جلو. اول میایستیم و بعد دستا رو به هم جفت میکنیم، با یک دم عمیق شروع میکنیم و با بازدم وزنمون رو میاریم روی پای راستمون، حرکت جنگجوی 3. و برای آپشن راحت میتونیم از بلاک استفاده کنیم و دستامون رو یا هر دوش یا یکی از دستامون رو روی بلاک بذاریم و تعادلمون رو حفظ کنیم و این حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 بارومی برمیگردیم به حرکت قله یا downward facing dog. دم و بازدم. حالا دم پای چپ بالا و بازدم پای چپ میاد جلو، دوباره میایستیم به همون شکل، دم دستاک به هم دیگه جفت میشن و بازدم وزنمون رو میاریم روی پای چپمون و حرکت رو نگه میداریم. آپشن راحت هم مثل قبل. 5 4 3 2 و 1 بارومی دستا رو زمین میذاریم به حرکت downward facing dog. دوباره دم پای راست بالا و بازدم پای راست میاد جلو و به همون شکل میایستیم اول. حالا حرکت نیمه ماه رو انجام میدیم، دست راست جلوی پای راست، وزنمون روی پای راست میاد و تعادلمون رو حفظ میکنیم. اگه میتونیم دست راستمون رو زمین بلند میکنیم. آپشن راحت، میتونیم دستمون رو روی بلاک بذاریم و تعادلمون رو حفظ کنیم. حرکت نیمه ماه نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 و به همین حالت که هستیم مستقیما حرکت نیمه ماه چرخشی رو انجام میدیم، بالا تنمون رو میچرخونیم. 5 4 3 2 و 1
به آرومی دستا زمین و حرکت قله. دم و بازدم. حالا دم پای چپ بالا و بازدم پای چپ رو میاریم جلو. اول میستیم و بعدش دست چپ جلوی پای چپ، تعادلمون رو حفظ میکنیم و اگه میتونیم کل وزنمون روی پای چپ و نگه میداریم. آپشن راحت هم همونطور که گفتم از بلاک استفاده میکنیم. حرکت نیمه ما، 5 4 3 2 و 1. حالا مستقیما حرکت نیمه ماه چرخشی رو انجام میدیم، تعادلمون رو حفظ میکنیم و نگه میداریم حرکت رو. 5 4 3 2 و 1 و برمیگردیم به حرکت قله. حالا خودمونو برای حرکت بعدی، حرکت کلاغ، آماده میکنیم. پاشنه ها بالا، زانوها خم میشه و به جلو قدم برمیداریم پشت دست هامون و زانوهامونو روی بازوهامون تنظیم میکنیم. پاشنه ها بالا و دم و بازدم عضلات شکمونو منقبض میکنیم. اگه میخواید آپشن راحت همینجا بایستید یا یه پاتونو بلند کنید، اگرم میتونید هر دو پا رو بلند کنید. 5 4 3 2 و 1 به آرومی برمیگردیم به حرکت قله. دم و بازدم. حرکت بعدی دوباره پاشنه ها بالا، زانوها رو خم میکنیم. دم و بازدم بین دستامون قدم برمیداریم و روی زمین میشینیم اول و به همین حالت هستیم به حرکت قایق. کمر صاف، آپشن راحت میتونید زانواتون رو به این شکل خم کنید، ولی اگه میتونید زانوها صاف. 5 4 3 2 و 1 به آرومی برمیگردیم به حرکت قله و اون کشش رو توی کمر و پامون احساس میکنیم. حالا وینیاسا، زانوها زمین، چاتورانگای نیمه، دم upward facing dog، بازدم downward facing dog، دم و بازدم. حالا دم پاشنه ها بالا، زانو خم میشه و بازدم به جلو قدم برمیداریم. دم به جلو نگاه میکنیم و بازدم سرمون رو خم میکنیم. دم دستا بالا و کمر خم میشه تا جایی که میتونیم و بازدم دستا پایین. حرکت بعدی حرکت درخت هستش. پای راستمون رو بلند میکنیم رو زمین و روی رون پای چپمون میذاریم. دم و بازدم دستا به حالت دعا بالای سرمون. آپشن راحت اینه که میتونید پنجهاتون رو روی زمین نگه دارید اگه نمیتونید تعادلتون رو حفظ کنید. روی یه نقطه متمرکز میشیم. 5 4 3 2 و 1 به آرومی برمیگردیم، پامونو یه مقداری تکون میدیم و همین حرکت رو با پای چپمون هم انجام میدیم. پای چپ رو خم میکنیم و روی رون پای راستمون میذاریم. دم و بازدم متمرکز روی یک نقطه و نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 و با آرومی برمیگردیم. حرکت بعدی ناتراجاسانا. مش پای راستمون رو میگیریم، دست چپ بالا کشیده و با یک دم عمیق شروع میکنیم و با بازدم به سمت جلو خم میشیم و پای راستمون رو تا جایی که میتونیم بالا میبریم. 5 4 3 2 و 1 و به آرومی برمیگردیم. دوباره پامونه تکون میدیم و
و همین تمرین رو با پای چپمونم انجام میدیم. مچ پای چپمون رو میگیریم، دست راست بالا، دم و بازدم به جلو خم میشیم و پای چپمون رو تا جایی که میتونیم بالا میبریم. 5 4 3 2 و 1 به آرومی بر میگردیم و پاهامون رو تکون میدیم. حالا پاهامون رو دراز میکنیم به این شکل و زانوها صاف، کمر صاف، پنجه ها داخل. با یک دم عمیق دستا رو بالا میبریم و با بازدم به جلو خم میشیم. پنجه هامون رو میگیریم، دوباره دم عمیق انجام میدیم و با بازدم اگه میتونیم بیشتر خم میشیم و اون کشش رو تو پاها و کمرمون احساس میکنیم. آپشن راحت، شما میتونید از استرپ یوگا استفاده کنید یا هر چیزی که به این شکل بتونه کارتون رو راه بندازه و به آرومی به جلو خم میشید با کمک استرپ و این حرکت رو نگه میداریم خم به جلو. 5 4 3 2 و 1 دم دستا بالا بر میگردیم و بازدم دستا پایین. حالا حرکت بعدی خم به جلو با یک پا، پای راستم رو خم میکنم و دم دستا بالا و با بازدم به جلو دوباره خم میشم و اون کشش رو تو پای چپم احساس میکنم. 5 4 3 2 و 1 دم دستا بالا و بازدم برمیگردم به حالت اول. حالا پامو عوض میکنم، پای چپ رو خم میکنم، دم و بازدم به جلو خم میشیم و آپشن راحت میتونیم از استرپ استفاده کنیم و این حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 دم دستا بالا و بازدم دستا پایین. حالا دوتا پامونو دراز میکنیم و یه مقدار پامونو تکون میدیم تا عضلاتمون ریلکس بشن و بعدش روی زانوهامون میستیم به این شکل. حرکت شتر رو انجام میدیم با هم. اگر زانوهاتون اذیت میشه میتونید دوشکتون رو تا کنید یا یه چیزی زیر زانوهاتون بذارید تا زانوهاتون اذیت نشه. اول کمر صاف، یک دم عمیق و بازدم. حالا دست راست اول دم میچرخونیم و با بازدم روی پاشنه راست، دم و بازدم. حالا دست چپ روی پاشنه چپ، یک دم عمیق انجام میدیم و با بازدم باسنمون رو به جلو هل میدیم و عقب نگاه میکنیم. آپشن راحت، میتونیم از بلاک استفاده کنیم. به این شکل بلاک رو کنار پاهامون بذاریم و به عقب نگاه کنیم، کمر رو خم کنیم. آپشن دوم، میتونیم پنجه هامون رو زمین بذاریم به این شکل و دستامون رو روی پاشنه ها بذاریم. و آپشن آخر، میتونیم فقط به این شکل دستا رو رو کمر بذاریم و به بالا نگاه کنیم. حالا این حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1 حالا به آرومی سرمون رو میاریم بالا و دونه دونه دستامون رو به جلو میاریم. حالا برای ریلکس کردن کمرمون به این شکل حرکت سجده یا حرکت بچه رو انجام میدیم و کمرمون رو کشش میدیم. 5 4 3 2 و 1 حالا دم دستا بالا و بازدم دستا پایین. حالا با هم دیگه رو دوشک دراز میکشیم و حرکت پول رو انجام میدیم. دستا کنار پاها، زانوها هم خم هستن.
یک دم عمیق انجام میدیم و با بازدم باسنمون رو بلند میکنیم رو زمین و اگر میتونیم بعدش دستامون رو به هم قلاب میکنیم، شونه هامون رو یکی یکی میدیم داخل و حرکت رو نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1. حالا بعدش قلاب دستامون رو آزاد میکنیم و دستامون رو یکی یکی به این شکل پشت کمرمون میذاریم. اگر نمیتونید همون حالت اول رو انجام بدید. 5 4 3 2 و 1. حالا به آرومی دونه دونه دستامونو بر میداریم و کمرمون به آرومی باسن رو زمین قرار میدیم و بعدش پاهامونو به این شکل بغل میکنیم و کمرمونو ماساژ میدیم. حالا حرکت بعدی زانوامونو رو زمین قرار میدیم و توی این حرکت شونه ها توی خط صاف با مچ دست و باسن هم توی خط صاف با زانو، حرکت کتکاو پوز، و یک دم عمیق انجام میدیم و از پایین کمرمون کمر رو خم میکنیم و به بالا نگاه میکنیم و بازدم دوباره از پایین کمرمون کمرمون رو خم میکنیم و به پایین نگاه میکنیم. حالا دم از پایین کمر خم میشه، به بالا نگاه میکنیم و بازدم دوباره کمرمون رو خم میکنیم و به پایین نگاه میکنیم. دم از پایین کمر خم میشه و به بالا نگاه میکنیم. بازدم دوباره از پایین کمر و بعد به پایین نگاه میکنیم. دم کمر رو خم میکنیم، به بالا نگاه میکنیم و بازدم کمر رو خم میکنیم، به پایین نگاه میکنیم. دم کمر رو خم میکنیم، به بالا نگاه میکنیم و نگه میداریم. 5 4 3 2 و 1. و بعدش دوباره از پایین کمرمون کمر رو خم میکنیم و به پایین نگاه میکنیم. 5 4 3 2 و 1. و بعدش برمیگردیم به حالت اول. حالا روی شکممون دراز میکشیم به آرومی، دستا کنار سینه ها و با یک دم عمیق شروع میکنیم و با بازدم حرکت کوبرا. دوباره دم و بازدم. این تمرین بسیار عالی هست برای کمر و برای حرکاتی مثل شاه کوبرا که میخوایم الان انجام بدیم. قبلش کمرمون رو آماده میکنیم، یه مقدار گرم کردن انجام میدیم و حالا اول کوبرا رو نگه میداریم برای چند شماره برای بار آخری که انجام میدیم. دم و بازدم. 5 4 3 2 و 1. برمیگردیم به حالت اول، دوباره دم و بازدم، بالا تنه رو میاریم بالا و پاهامون رو خم میکنیم، اگه میتونیم پنجه‌هامون رو به سرمون میچسبونیم. 5 4 3 2 و 1. به آرومی به حالت اول برمیگردیم و بعدش حرکت سجده یا حرکت بچه انجام میدیم برای اینکه کمرمون رو ریلکس کنیم. 5 4 3 2 و 1. حالا با هم دیگه چند حرکت برای ریلکس کردن گردن انجام میدیم. میتونید هم به حالت سوکاسانا و یا هم به حالت الماس بشینید. حالا دستا روی شونه ها قرار میگیرن و با یک دم دستا رو میبریم بالا و با بازدم میچرخونیم دستامونو. دم و بازدم، به همین شکل اول به آرومی انجام میدیم و چند بار این حرکت رو انجام میدیم
و بعد از اینکه آروم آروم انجام دادیم، اگر میتونیم سرعتمون رو بالا میبریم. اگر که نه، با همون سرعت قبلی انجام میدیم این حرکت رو و چند بار این کار رو تکرار میکنیم و بعدش حالا برعکسش، دم شونه ها میره عقب و بازدم پایین، دم دستا بالا و بازدم. به همون شکل اول به آرومی انجام میدیم با دم و بازدم و بعد اگه میتونیم سرعتمون رو افزایش میدیم. اگر نه، میتونید با همون سرعت کم انجام بدید و چند بار این کار رو انجام میدیم که برای شونه ها خیلی خوبه و همچنین برای گردن، و بعد با آرومی متوقف میکنیم. و حالا تمرین بعدی برای گردن هستش. یک دم عمیق میکشیم و با بازدم به سمت چپمون نگاه میکنیم. دوباره دم رو به رو و بازدم گردنمون رو به سمت راست میچرخونیم. فقط گردنمون تکون میخوره. دم و بازدم به سمت چپ. دوباره دم و بازدم به سمت راست. این حرکت برای گردن درد خیلی خوبه. دم و بازدم به سمت چپ. نگه میداریم این حرکت رو. 5، 4، 3، 2، و 1 و دم به روبرو دوباره نگاه میکنیم و با بازدم به سمت راستمون گردنمون رو میچرخونیم. 5، 4، 3، 2، و 1. دوباره دم به روبرو و بازدم. و حالا دست راستمون رو میذاریم سمت چپ سرمون و با بازدم سرمون رو به سمت راست خم میکنیم. 5، 4، 3، 2، و 1. و دم برمیگردیم دوباره به روبرو و با بازدم وقتی سرمون رو خم میکنیم اون کشش رو در قسمت گردنمون احساس میکنیم. سرمون رو این بار به سمت چپ خم میکنیم و این حرکت رو نگه میداریم. 5، 4، 3، 2، و 1. و حالا دم دوباره برمیگردونیم سرمونو و بازدم. حالا دستا رو به هم قلاب میکنیم، انگشت شستمونو میذاریم زیر چونمون و با یک دم شروع میکنیم و با بازدم سرمونو به سمت عقب میبریم و اون کشش رو تو گردنمون احساس میکنیم. 5، 4، 3، 2، و 1. دوباره برمیگردیم و همونطور که دستمون هست دستمون رو پشت سرمون میذاریم و یک دم عمیق میکشیم و با بازدم سرمون رو به جلو خم میکنیم. آرنج ها به هم نزدیک هستن و اون کشش رو توی کمرمون و گردنمون احساس میکنیم. 5، 4، 3، 2، و 1. دم برمیگردیم دوباره و بازدم دستا رو میاریم پایین و حالا شونامون رو یه مقدار تکون میدیم عقب جلو و گردن و شونامون رو ریلکس میکنیم. حالا شونامون رو یه مقدار کشش میدیم به این شکل. دستامون رو برای چند ثانیه نگه میداریم. 3، 2، و 1. و حالا دست چپمون رو کشش میدیم به این شکل، شونامون رو ریلکس میکنیم. 3، 2، و 1. و دستامون رو ریلکس میکنیم. دوباره دم دستا رو به هم قلاب میکنیم به سمت بالا و سرمون رو پایین نگه میداریم و شونه ها رو میدیم عقب به این شکل، چند ثانیه نگه میداریم و بعدش حالا دستامون رو پشت سرمون قلاب میکنیم و به این شکل میاریم بالا. دستامون رو کشش میدیم تا جایی که میتونیم و اون کشش رو تو دستامون احساس میکنیم. کمرمون صاف هستش
و بعدش با یک دم شروع میکنیم و با بازدم سرمون رو میاریم پایین، دستامون رو تا جایی که میتونیم بالا میبریم. این کشش باعث میشه که عضلات دستامون، شونه هامون و گردنمون کاملا ریلکس بشن و دم دوباره برمیگردیم و بازدم ریلکس. حالا شما میتونید از کمربند یوگا استفاده کنید یا میتونید از یه تیکه پارچه استفاده کنید. به این شکل دستاتون رو بگیرید توی نقطه‌ای که راحت میتونید دستاتون رو به این شکل بچرخونید. اگر فاصله کم هستش و بهتون فشار میاره فاصله رو بیشتر کنید و به همین شکل دستاتون رو بچرخونید به عقب با دم و بازدم. دم دستا میاد بالا و بازدم به سمت جلو. و اگر اذیت میشید توی این حرکت حتما فاصله بین دستاتون رو بیشتر کنید. اول ما این حرکت رو به حالتی که راحت هستیم انجام میدیم، پس فاصله باید بیشتر باشه بین دستامون. و این چرخش برای شونه ها خیلی مفیده، همچنین به انعطاف پذیری هم کمک میکنه. حالا این بار فاصله رو کمتر کنید اگر براتون ممکنه و دوباره به همین شکل این تمرین رو انجام بدید. دم دستا میاد بالا و بازدم به سمت جلو میچرخن. دوباره دم دستا میرن بالا و بازدم به سمت عقب میچرخن. دم و بازدم. همینطور که این حرکت رو انجام میدید اون کشش رو توی شونه هاتون احساس کنید. ولی اگر خیلی درد میگیره شونه هاتون حتما فاصله رو بیشتر کنید بین دستاتون و حتما دم و بازدم رو هم انجام میدیم در هنگام این تمرین. دم و بازدم. حالا با هم دیگه تمرین تنفسی رو انجام میدیم. دست چپ به حالت چین مودرا روی زانو و دست راست به حالت ویشنو مودرا و شست راست روی بینی سمت راست قرار میگیره و بعدش ما کاملا هوا رو از سمت چپمون خارج میکنیم و با یک دم دوباره شروع میکنیم از سمت چپ. سمت چپ رو میبندیم و سمت راست بازدم. حالا دم از سمت راست، سمت راست رو میبندیم و بازدم از سمت چپ. حالا دوباره دم سمت چپ و بازدم سمت راست. دوباره دم سمت راست و بازدم از سمت چپ. دم از سمت چپ و بازدم از سمت راست. حالا دم از سمت راست و بازدم سمت چپ. دم از سمت چپ و بازدم از سمت راست. دم از سمت راست و بازدم از سمت چپ. دم از سمت چپ و بازدم از سمت راست. دم از سمت راست و بازدم از سمت چپ. دم از سمت چپ، بازدم از سمت راست. دم از سمت راست،
و بازدم از سمت چپ. دم از سمت چپ و بازدم از سمت راست. دم سمت راست و بازدم از سمت چپ. و حالا دستمون رو با آرامی روی زانومون به حالت چین مودرا قرار میدیم. یک دم عمیق و بازدم. دم و بازدم. دوباره دم و بازدم. حالا برای پایان تمرین روی تشکمون دراز میکشیم و کاملا بدنمون رو ریلکس میکنیم در سواسانا. دم و بازدم رو انجام میدیم و از تنفسمون کاملا آگاه هستیم. و در هنگام سواسانا از خودمون تشکر میکنیم برای تمرینی که انجام دادیم. از تک تک اعضای بدنمون قدردانی میکنیم برای اینکه بهترینمون رو برای تمام تمرینات انجام دادیم. و اون آگاهی و آرامش بعد از تمرین رو در کل بدنمون و ذهنمون احساس میکنیم. و همینطور که بدنمون رو ریلکس میکنیم، تمام برکاتمون رو به خودمون یادآوری میکنیم. حتی کوچکترین برکات و حتی برکاتی که گاهی اوقات یادمون میره، مثل نفس کشیدن که خیلی مهمه. و در هنگام ساواسانا تمام تنش و افکار مزاحم و هر چیز بدی هستش رو رها میکنیم. و حالا به آرومی و کم کم از ساواسانا برمیگردیم با دم و بازدمی که انجام میدیم و به آرومی پاهامون رو تکون میدیم، دستامون رو تکون میدیم و توجهمون رو برمیگردونیم. و حالا پاها رو کنارم قرار میدیم، دستا رو قلاب میکنیم بالا سرمون، با یک دم عمیق کل بدنمون رو کشش میدیم و با بازدم ریلکس میکنیم. حالا به هر سمتی که میخوایم میچرخیم، هر سمتی که راحت تریم. و همینطور که چشمامون بسته است به آرومی بلند میشیم، روی تشکمون میشینیم به حالت مراقبه و دست ها به حالت چینمون را روی زانوها. یک دم عمیق و بازدم. دم و بازدم. دوباره دم و بازدم. حالا دستامون رو جلوی قلبمون قرار میدیم و به این شکل شروع میکنیم گرما ایجاد کردن بین دستامون. دستامون رو به هم مالش میدیم و اون انرژی و قدرت رو بین دستامون احساس میکنیم. دستامون که گرم شدن بعدش به آرومی روی قلبمون قرار میدیم و اون گرما رو احساس میکنیم و تمام انرژی های خوب رو به بدنمون میدیم. و
بعدش به آرومی دستامونو پایین میاریم، چشمامونو باز میکنیم، به دستامون نگاه میکنیم و قدردان یه روز دیگه از زندگیمون هستیم و تمرین رو پایان میدیم. سپاسگزارم.